بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ربیع الانام. شنیدید که گاهی اوقات به بعضی از آدم ها تفضلی میشه و راه 100 ساله رو در یک شب طی میکنن؟ سید احمد رشدی هم از همین آدم هاست که با همت محبوب در یک لحظه راه درازی رو طی کرده. اون سال، یعنی سال 1280 هجری قمری، سید احمد به قصد تشرف به حج واجب از رشت به تبریز اومد. فصل سرما بود و در نزدیکی شهر ارزروم هوا تیره و تار شد و برف شدیدی شروع به باریدن کرد. مرکب آروم حرکت میکرد و سید احمد وقتی به خودش اومد که دید همه در هوای مهالود و برفی ناپدید شدن و اون یکی و تنها مونده توی اون مسیر مخوف. ناگهان اون طرف جاده باقی رو دید که تا اون لحظه متوجهش نشده بود. جلوی باغ باغبونی بیل به دست مشغول تکوندن برف از درخت‌ها بود. باغبون سید احمد و حال زار و نزارش رو که دید جلو اومد و پرسید تو کی هستی؟ سید احمد گفت رفقای من رفتن و من جا موندم و راه نابلدم. پیرمرد که نگاهش به نگاه ملتمسانه سید احمد گره خورده بود گفت پس حالا من تو رو به قافله میرسونم. وقتی حرکت کردن پیرمرد دست به زانوی سید احمد گذاشت و گفت شما چرا نافله نمیخونید؟ نافله؟ 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 چند لحظه بعد گفت شما چرا زیارت عاشورا نمیخونید؟ عاشورا؟ 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 باز چند لحظه بعد پیرمرد گفت شما چرا زیارت جامعه نمیخونید؟ جامعه؟ 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 چند لحظه نگذشته بود که پیرمرد با دست اشاره کرد اونها رفیقای شما هستن، کنار نهر دارن وضو میگیرن تا نماز صبح بخونن. سید احمد تازه فهمید چه وجود مقدسی دستش رو گرفته، تازه فهمید همون میونه راه به مقصد رسیده، تازه فهمید که گم نشده بوده بلکه دوست پیداش کرده بوده. من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطف ها میکنی ای خاک درت تاج سرم، همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس، که دراز است ره مقصد من نو سفرم.